نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه دوم ذیحجه سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با تفاوت عقل و شیطنت فرمودند: شیطان عقل ندارد و در روایات هم آمده که عقل چیزی است که به وسیله آن خدا عبادت می شود و بهشت به دست می آید. لذا آنچه که شیطان از آن برخوردار است شیطنت است، چرا که بر حسب روایات زیرکی بر دو قسم است که یک قسم آن پسندیده و خوب است و قسم دوم زیرکی ناپسند و از نوع بد است که به آن شیطنت گفته می شود و شیطان از آن برخوردار است. معظم الله در ادامه فرمودند: شیطان در انجام مقاصد و نیات خود از شیطنت خیش و زیرکی ناپسند و از نوع بد استفاده می کند، همانند انسانهایی که در انجام کارهای خود و رسیدن به مقاصد خیش از همین نوع زیرکی شیطانی و ناپسند استفاده می کنند. ایشان با اشاره به این روایت رسول اکرم صلی الله علیه و آله که خوشبخت کسی است که در رحم مادرش خوشبخت شده است و بدبخت کسی است که در رحم مادرش بدبخت شده است فرمودند، این روایت بدان معنا نیست که انسان بدون اختیار سعید یا شقی می شود، بلکه بدان معناست که خدای متعال به دلیل علم خود می داند که بنده ای با اختیار خود به سمت عقل و کارهای پسندیده می رود و در نهایت و عاقبت سعید می شود و یا با اختیار خود به سمت شیطان رفته و با انجام کارهای ناپسند و گناه در نهایت شقی می شود. آیت الله العظمی شیرازی همچنان تأکید فرمودند: این مسئله به معنای سلب اختیار از بشر نیست، چرا که خدا انسان را مختار آفریده و انسان در انجام اعمال و کردار خود اختیار دارد، اما خدا بر اساس علم خود از وضعیت و عاقبت بندگان حتی قبل از تولد آگاه است. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. مگه خدا اثر نگذاشته که عقل خلق کرده و آدم خوب شده؟ اما پس چرا ثواب بهش میده؟ خدا اثر گذاشته عقل قرار داده. یعنی چی؟ یعنی سلب اختیار نی. اگه سلب اختیار باشه اشکال وارده، اما وجدانن سلب اختیار نی. نه اون خوبه مسلوب الاختیار در خوبیش، نه اون بده مسلوب الاختیار در بدیش. اینا مثل که خود خدای عز و جل عقل رو خلق کرده، انبیار هم گذاشته، شیطان هم خلق کرده، شهوات هم نفس اماره هم گذاشته. خامو میدونم تا تکلیف نشده که تکلیفی نداره. نفس اماره از همون اول مگه نیست تو انسان؟ اما وقتی که تکلیف شد اثرش ظاهر میشه. تا اون وقت اثر ظاهر نشه، ببینید هر چی برگشت به عدم اختیار این قابل اشکاله. بله، اما اگر نه خدا یغل من یشا یهدی من یشا، خود خدا سبب اصلیه که اختیار داده به شخص تا بتونه بد بشه، اختیار داده تا بتونه خوب بشه. عن اختیاره، خلاصه ملاک اختیار و عدم اختیاره. هر چی اختیار نیست، ولهذا آدمی که مخالفت کرد عن قصورن استحقاق عقاب نداره، اما اگه تقصیر بود شد اختیار، اونه که استحقاق عقوبت داره. بله.
اما با اختیار بد عاقبت میشه. چی؟ آه. اما وقتی که فهمید کار به اینجا کشیده شد، فرق عمر سعد با حر بن یزید همینه. حر بن یزید هم نمیدونست کار به اینجا میکشه، اومد به عمر سعد گفت که تو قطعا خواهی جنگید؟ گفت آره. حر اومد اون طرف با اختیارش، عمر سعد موند این طرف با اختیارش. نه گفتم این سعی سعید برای نتیجه است، این نتیجه است. اما با اختیارش حر برگشت و ابن سعد با اختیارش بر نگشت. دیگه همینه، چون هر دو مختار بودن. ابن سعد هم میتونست برگرده، حرم وقتی که برگشت همه چیزی از دست داد، اما ابن سعد نه، چسبید به دنیا و امام حسین علیه السلام رو شهید کرد.